these unprecedented measures taken today are designed to encourage Iran. این مجموعه بی سابقه از تحریم‌هاست که هدف از آن تشویق ایران به بازگشت به سر میز مذاکرات است. این تحریم‌ها نشان دهنده تعهد جامعه بین‌المللی نسبت به انجام اقداماتی در رابطه با نگرانی‌های عمیق نسبت به برنامه هسته‌ای ایران است. برخی معتقدند که با توجه به تجارب گذشته حتی اگر ایران به سر میز مذاکرات بازگردد مذاکرات جدید هم بی نتیجه خواهد بود. نظر شما چه در این مورد؟ Well, the last talks were disappointing, and plainly we want to avoid that. دور قبلی گفتگوها مایوس کننده بود و ما می‌خواهیم از تکرار آن اجتناب ورزیم. نماینده ما خانم کاترین اشتون بسیار علاقمند به انجام این گفتگوهاست. مسلماً این مذاکرات باید اساسی و پرمعنا باشد. این بر عهده ایرانی هاست که تصمیم بگیرد. اگر آنها چنین نکنند، فشارها افزایش خواهد یافت. زیرا جامعه بین‌المللی نگران مواردی است که طی چند سال اخیر در مورد برنامه هسته‌ای ایران فاش شده. به خصوص تازه‌ترین گزارش آژانس. مسلماً ایران باید به این موارد پاسخ دهد. وزیر امور خارجه روسیه معتقد که تحریم‌های یک‌جانبه موضوع را حل نخواهد کرد و می‌گوید که این تحریم‌ها هدفش صرفاً خفه کردن اقتصاد ایران به امید اینه که یک شورش عمومی در کشور به راه بیفته. آیا شما با این نظر وزیر خارجه روسیه موافقید؟ ما می‌دانیم که آقای لاوروف مایل است که ایران دست از فعالیت‌های اتمی خود که مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت است بردارد. با آشکارا گفته است که بقیده او گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه کاری اشتباه است. یک بخش از سیاست ما هم در همین جهت است و روسیه از مذاکرات 5+1 با ایران بسیار حمایت کرده و ما پیوسته به طور هماهنگ عمل کردیم. البته ممکن است که او نظر متفاوتی در مورد تحریم ها داشته باشد. ما در این مورد با روسیه رایزنی می کنیم. تحریم ها برای وارد آوردن فشار به رژیم برای انجام گفتگوست و اگر نگرانی های ما را رفع کنند تحریم ها در اسرع وقت لغو خواهد شد. ما می دانیم که تحریم ها بر اقتصاد ایران فشار وارد می کند. هدف از تحریم ها ایجاد نارضایتی عمومی نیست، بلکه هدف کسب اطمینان از این بابت است که ایران مسئولیت های خود را درک کند و به سر میز مذاکره بازگردد. یک مقام ایرانی در واکنش اولیه نسبت به تحریم های جدید اتحادیه اروپا بار دیگر تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است. آیا فکر میکنید در چنین حالتی جنگ خواهد شد؟ مسئولین ایرانی همیشه کوشیدند با صحبت درباره مسائلی چون تنگه هرمز اذهان عمومی را از مسئله هسته‌ای منحرف سازند. تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و این امر به ایران تفهیم شده است که این تنگه یک آبراه بین‌المللی باقی خواهد ماند. آیا دیپلمات‌های بریتانیایی آماده بازگشت به تهران هستند برای از سرگیری فعالیت‌های دیپلماتیک خودشون؟ I think it's rather too early to suggest that. هنوز زود است که در مورد بازگشت دیپلمات‌ها به ایران برای از سرگیری فعالیت‌هایشان صحبت کنیم. روابط دیپلماتیک ما با ایران قطع نشده است و دیپلمات‌های ما می‌توانند با ایرانی‌ها در کنفرانس‌های بین‌المللی صحبت کنند. ما می‌خواهیم این پیوندها را حفظ کنیم. ضمناً این را هم باید تأکید کنم که رابطه ما با مردم ایران به هیچ وجه قطع نشده است. ما همچنان با مردم ایران در تماسیم. با آنها هیچ نزاعی نداریم و می‌دانیم که آنها هم بسیار نگران اقدامات رژیم خود هستند.